بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان میگوشه این بردمه های تحلیلی خبری ایران فردا را با گذاری و روزنامه های امروز ایران در ایران فردا تا 20 دقیقه گذاری کوتاه بر کرانه های اخبار و جسداری بر سطور روزنامه های امروز ایران نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار در طول 24 ساعت گذشته تازه ترین اظهار موضع آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با هشدار به مردان مذاکرات و مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه با مذاکره زیر شبه تهدیدها مخالفم درخواست دولت قانونی یمن از سازمان ملل متحد برای استقرار نیروی زمینی در این کشور از آن و اعتراف رسمی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از شکست های پی ارتش این کشور همزمان با کمک یک میلیارد دلاری تازه نظام جمهوری اسلامی به رژیم اسد اظهار خشنودی سعید مرتزوی قاضی معزول نظام فقها ها پس از تشکیل دادگاه با اعلام تبرئه شدن از معاونت در قتل شکنج شدگان کمپ کهریزک و بالاخره محکومیت چهار تن در افغانستان به اتهام قتل فرخنده بانوی افغانی که به اتهام واهی از سوی جمعی مردان افغان کشته و سوزانده شده بود اهم عناوین و موضوعاتی بودند که بیشتر روزنامه های امروز پنجشنبه هفته همه اردی به ماه ایرانی به طور مشترک و گسترده تری به انتشار آن پرداختند. همینک پی میگیریم با بخشی بخش مروری کوتاه بر چند رویداد کوتاه برگزیده در برنامه امشب خبری تحلیلی صفحه یک اظهارات علی خامنه در خصوص تازه ترین در واقع اظهار مواضع هسته ایشان صدرنشین اخبار رسانه های ایران بود خامنه با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات رسمی آمریکا همزمان با برگزاری مذاکرات هسته تأکید می کرد من موافق مذاکره زیر شبه تهدید نیستم مسئولان سیاست خارجی و مذاکره کنندگان را مورد خطاب قرار میداد و خطاب به آنان می گفت که باید خطوط قرمز و اصلی را به دقت رعایت کنند و همزمان با ادامه مذاکرات باید از عظمت و حیبت ملت ایران نیز دفاع کنند و زیر بار هیچ تحمیل زور تغییر و یا تهدیدی نروند رهبر جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت روز معلم سخن میگفت با لحنی نسبتاً تند و آشفته با اشاره مجدد به اظهارات مقامات رسمی آمریکا در روزهای اخیر که گفته بودند اگر چنین شرایطی پیش آمد ما حمله نظامی می کنیم خطاب به دولت مردان آمریکایی می گفت که اولا غلط می کنید سانیان همانطور که در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا هم گفتم دوران بزن و در رو تمام شده است و ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند رها نخواهد کرد رهبر ایران به دفعات و به به تیم مذاکره هستی نیز هشدار میداد که مذاکره کنندگان ای همواره بایستی خطوط قرمز و اساسی مد نظرشان باشد و از این خطوط عبور نخواهند کرد آیت الله خامنه ای میافزود این قابل قبول نیست که همزمان با مذاکرات طرف مقابل دائما تهدید کند ایشان میگفت آمریکایی ها نیازشان به مذاکره اگر بیشتر از ما نباشد کمتر نیست ما تمایل داریم که مذاکرات به سرانجام برسد و تحریم ها برداشته شوند اما این به معنای آن نیست که اگر تحریم ها برداشته نشوند ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم آیت الله خامنه ای در ادامه اظهارات خودش با همین زمینه و مضمون اشاره می کرد که البته اگر تحریم ها نباشد شاید حل مشکلات اقتصادی راحت تر باشد اما در صورت ادامه تحریم ها نیز حل مشکلات امکان پذیر است ایشان با تاکید بر اینکه موضع جمهوری اسلامی نسبت به مذاکرات هسته‌ای چنین موضعی است خطاب به تیم مذاکره کننده می افزود که به مذاکره کنندگان توصیه می کنم که با رعایت خطوط اصلی به مذاکره ادامه دهید و اگر در این چارچوب به توافق هم رسیدید اشکالی ندارد اما به هیچ وجه زیر بار تحمیل و تغییر نروید و اما در این راستا تمامی روزنامه های امروز تهران تقریبا به طور همسان و یکسان و یک پارچه حتی با واژگانی نسبتا مشابه و تعیین شده تیتر یک صفحه یک خود رو آراسته بودند. تیتر در واقع تیت گزینی از موضوعاتی این چونین مهم در دو طیف روزنامه منتشره در نظام جمهوری اسلامی گویا تابعی از قوانین نهان و نهادهای امنیتی بوده است که رهبری ایران را در برخی از موازه مهم فصل الخطاب می خانند. همانگونه که میبینید روزنامه ها در دو طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان به طور یک پارچه و یکسان با اظهارات خامنه ای صف شده بودند. ادامه مرور کوتاه بر چند خبر کوتاه از برنامه شامگاهی صفحه یک در تلویزیون ایران فردا. انعقاد قرارداد تجاری میان ایران و هند برای توسعه بنادر چاهبهار علا رغم تذکار و انظار مقامات آمریکایی به مسئولان هندی شکل میگیرد گزارشها گزارش که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران و نیتین گادکاری وزیر کشتیرانی هند این تفاهم را امضا کردند در صورتی که این تفاهم به قرارداد نهایی تبدیل شود شرکت های هندی دو اسکله بندر چابهار را اجاره و برای بهره برداری از آنها به عنوان ترمینال کانتینری اقدام خواهند کرد هندو ایران در سال 2003 میلادی برای توسعه بندر چابهار به تفاهم مقدماتی دست پیدا کرده بودند اما تحریم های غرب بر سر برنامه اتمی ایران مانع از پیشرفته این طرح شد به نظر میرسد که دو طرف قصد دارند پس از چند سال وقفه پروژه بندر چابهار را علیرغم هشدارهای آمریکا به جلو ببرند وندی شرمن معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا که در مذاکرات هسته ای نیز با ایران نقش مهمی دارد اخیرا در جریان سفرش به هند از دولت هند و سایر کشورها خواسته بود که برای از سرگیری مراودات تجاری با ایران عجله نکنند خانم شرمن گفته بود شتاب نکنید هنوز کاملا بر سر برنامه اتمی ایران به یک معافقت نامه دست نیافتیم در سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی ایران نیز اشاره می کرد که دولت جدید هند مصمم شده است که سرمایه گذاری بزرگی را در تجهیز و توسعه بندر چابهار انجام دهد عباس آخوندی در همین رابطه می افزود هم اکنون فاز اول بندر چابهار 60 درصد پیشرفت داشته است و هند در زمینه تجهیز و توسعه این بندر سرمایه گذاری خواهد کرد در ادامه اخبار کوتاه می‌خواندیم بشار اسد رئیس جمهور خودکامه سوریه به شکست مستمر ارتش این کشور از آن کرد در یک ظهور ناگهانی بر روی صفحه تلویزیونی رسمی سوریه و اسد رئیس جمهوری این کشور درباره شکست های پی در پی نیروهایش در برابر مخالفان اظهار می کرد که هر جنگی شکست و پیروزی به همراه دارد این نخستین اعتراف بشار اسد درباره شکست نیروهایش در شمال و جنوب سوریه است این رئیس جمهور ورشکسته و خودکامه شکست های پی, در پی اخیر نیروهایش را با این جمله که شکست یک امر طبیعی در جنگ است در واقع میکوشی توجیه کند تلویزیون سوریه به نقل از بشار اسد گزارش داد که ارتش بهزودی به کمک سربازانی که در منطقه جسر شغور محاصره شده اند خواهد رفت بشار اسد این اظهارات را در مدرسه ای که مکان آن نیز معلوم نبود و نیست و در حالی که شماری از مردم برای وی شعار به به چه چه میدادند بیان کرده بود آخرین ظهور رئیس جمهور سوریه به آغاز سال میلادی جاری باز میگردد ایشان در آن زمان به مناسبت میلاد پیامبر اسلام در یکی از مساجد دمشق شرکت کرد ظهور اخیر وی نیز برای بالا بردن روحیه نیروهایش توصیف شده است نیروهای رژیم دمشق در تمامی مناطق سوریه اخیرا با شکست های سنگین و پی در پی روبرو شده بودند. از سوریه به کشور جنگ زده یمن می رویم با تازه درخواست کمک رئیس جمهوری یمن از سازمان ملل متحد برای استفاده از نیروهای زمینی کشورهای خارجی برای عقب راندن شورشیان حوسی به خصوص در دو شهر عدن و تعز حملات اطلاف کشورهای عربی خلیج فارس پس از آن شروع شد که دولت یمن در ماه مارس نامه مشابهی را نیز به سازمان ملل فرستاده بود تا خواستار کمک نظامی از کشورهای خلیج فارس شود تازه ترین درخواست همچنین گروه های حقوق بشر را ترغیب می کند تا نقض وحشیانه حقوق شهروندان یمنی توسط حوسی ها را ثبت کنند خالد الیمنی سفیر یمن در سازمان ملل متحد با ذکر حادثه ای در روز چهارشنبه که در آن حداقل 32 غیر نظامی هنگام فرار با قایقی از بندر ادن کشته شدند این درخواست را مطرح کرد این نامه هاکیس که حوسی ها هر چه در ادن تحرک دارد را هدف می گیرند در این نامه آمده است ما جامعه جهانی را ترغیب می کنیم فورا با توسل به نیروی زمینی برای نجات یمن اقدام کنند به خصوص در عدن و تعز این در حالی است که پیشتر از سوی منابع خبری و پزشکی گزارش شده بود که دست کم 32 نفر که تلاش داشتند با قایق از درگیری های سنگینی در شهر و بندری عدن در یمن به در آبهای اطراف بندر کشته شدند شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که قایق پس از ترک محله اتواهی به مقصد البریغه هدف اصابت گلوله شورشیان حوسی قرار گرفت. حوسی ها برای به دست گرفتن کنترل تواهی مشغول نبرد با شبه نظامیان وفادار به دولت عبد ربه منصور هادی بودند. همینک باز میگردیم چون همه شب به پیشخان نشریات شهر و مروری خواهیم داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز تهران پنجشنبه هفته همه ارده به هشت ماه ایرانی همانگونه که در صدر بردامه ها نیز اشاره شد عمده مطالب روزنامه های پرشمارگان کشور به اظهارات علی خامنه ای در خصوص مذاکرات هسته اختصاص داشت در این میان تحلیل ها و تفسیر ها نیز حول این موضوع متمرکز بود از جمله روزنامه اعتماد به قلم الیاس حضرتی به دفاع از سخنان خامنه ای برخواست و یادداشت اصلی شماره امروز اعتماد را با عنوان راه پوسیده تهدید منتشر کرد الیاس حضرتی از هشدارهای دیروز خامنه ای به عنوان یک فصل خطاب یاد می و منطق حویج و چماق همزمان از سوی ایالات متحده آمریکا را روشی ناپسند توصیف می کرد که از دولت قبل از اوباما به ارث باقی مانده است و به مردان مذاکره هسته ای نیز در همین خصوص توصیه می کرد که در هفته آینده در دور جدید مذاکرات حتما موارد پیشنهادی و دلواپسی و دغدغه خامنه ای را به طرف مذاکره گوش زد کنند و اما ادامه برنامه با بازگشت احتمالی سرمایه گذاران خارجی خاصه در حوزه نفت و گاز از جمله موضوعات مهمی بود که روزنامه های زیادی به انتشار آن پرداخته بودند از جمله روزنامه ایران ارگان دولت با اشاره به حضور وزیر نفت و آقای جهانگیری معاون حسن روحانی در نمایشگاه نفت تهران از حضور 600 شرکت خارجی از 29 کشور جهان خبر داد و به نقل از جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران از آمادگی شرکت های بزرگ نفتی جهان برای بازگشت به ایران خبر میداد. گزارش اقتصادی روزنامه های مختلف دولت ایران به نقل از وزیر نفت ایران نیز مدعی شد که مرد شکستن تحریم ها هستیم اما متقاضی آن نیستیم و می گفت رفع تحریم به معنای رها کردن ساخت داخل نیست بر اساس گزارش روزنامه های اقتصادی همچون روزنامه جهان صنعت یا جهان اقتصاد، اقتصاد پویا و حتی روزنامه های تا حدودن سیاسی همچون روزنامه اعتماد و یا امتیاز همگی با ابراز خورسندی از درهای باز پس از رفع تحریم خبر میدادند که بیستمین نمایشگاه بینومدلی نفت با حضور 1200 شرکت داخلی و 600 شرکت خارجی تا 19 اردیبهشت ماه ادامه کار می دهد برق میزنیم با روزنامه دیگر با موضوعی دیگر سایه سیاه خودکشی بر سر دانشجویان ایران عنوان گزارشی بود که روزنامه آفتاب یزد از اوضاع نابسامان دانشجویان و اقشار فرهیخته و تحصیل کرده جامعه ایرانی که به گونه فضاینده خودکشی در میان آنان رو به افزایش است منتشر کرد گزارش آفتاب یزد با طرح این پرسش که چرا جوانی که بعد از سالها زحمت و مشقت و هفت خانه کنکور را پشت سر گذاشته و با وجود موفقیت تحصیلی و امید به داشتن آینده روشن حاضر به چنین عملی می شود از مرگ دانشجویانی خبر می داد از جمله از مرگ دانشجوی ممتاز دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران مقابل دفتر رئیس دانشکده خودکشی یک دانشجوی پرستاری یک دانشجوی دانشگاه تهران و خودکشی یک دانشجوی دیگر صنعتی شریف خبر میداد که با این وصف آمار مرگ دانشجویان از طریق خودکشی را به چهار مورد در سال 93 رساند که بالا رفتن آمار خودکشی در بین دانشجویان و خودکشی در واقع دومین علت اصلی مرگ در بین دانشجویان ایرانی خوانده شد گزارش آفتاب یزد از سن نوع خودکشی پرده کنار میزد یک نوع خودکشی خودخواهانه که در آن فرد در یک نوع فردگرایی افراطی قرار گرفته و پیوستگیش با جامعه قطع می شود دوم خودکشی دیگر که در آن فرد آنقدر درگیر جامعه پیرامون خود می شود که فردیت خود را از دست می دهد جالب آنکه بر اساس این گزارش نوع سوم خودکشی را رایج ترین نوع در جامعه ایران توصیف می کردن و در توضیح آن اینگونه می نوشتن که نوع سوم هم که به نظر کارشناسان آفتابی است بیشتر در جامعه ایران مستاق دارد و در این خودکشی های موجود هم به شکل جدیتری میشود می شود بر این پای آن را تحریر کرد خودکشی ناشی از بیهنجاری یا خودکشی آنومیک است که در واقع حاصل یک بحران نظم اجتماعی در درون جامعه و بروز بحران متعدد مثل بحران خانوادگی، اقتصادی و همینطور بحران اجتماعی است که فرد را میبرد به سمت تلاش برای کاهش دادن یا پایان رنج روزمره خودش. کماکان بیننده برنامه شمگاهی صفحه یک بررسی مطبوعات ایران هستید با ماجره های قاضی سعید مرتزوی قاضی معذول نظام فاقه های که نامش با شکنجه و تعطیلی مطبوعات و کمپ کهریزک گرهی تاریخی خورده است بر اساس گزارش روزنامه های امروز این متهم عهد احمدی نجات خشنود و راضی از فرجام دادگاه اعلام کرد که از اتهام معاونت در قتل تبرعه شد بر اساس گزارش روزنامه قانون سومین جلسه دادگاه سعید مرتزوی دادستان سابق تهران و رئیس سازمان تأمین اجتماعی دولت قبل دیروز برگزار و همچنان به جلسه بعدی موکول شد از سوی دیگر مشتبای نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی معتقد است مرتزوی در جلسات دادگاه خارج از موضوع صحبت می کند و اگر اینطور پیش برود دادگاه او یک سال دیگر طول خواهد کشید اما خود قاضی مرتزوی چه گفت؟ مرتزوی می گفت آقای روح الامینی تا کنون پنج بار به دلیل معاونت در قتل از من شکایت کرده و هر پنج بار یا تبرعه شدم یا من پیگرد برایم صادر شده است دادستان سابق تهران درباره بخشی از پرونده که مربوط به حادثه کهریزک است اشاره میکرد و میگفت پرونده کهریزک با شکایت روح الامینی و آقای کامرانی تحت عنوان معاونت در تهیه گزارش خلاف واقع مطرح شده که این موضوع را دیوان عالی کشور نپذیرفته و حکم را به نفع من نقض اند و در پایان با رویدادی دیگر محکومیت قاتلان فرخنده باستا به گسترده در برخی از روزنامه های امروز تهران داشت که از غذا روزنامه قانون که از بیقانونی در ایران به طور مستتر گلایه می کرد که چگونه قاضی مرتزوی از معاونه در قتل تبرعه شد حکم قاتلان فرخنده دختر جوان افغان را اما کوبنده خواند. بر اساس گزارش روزنامه قانون احکام صادره از سوی قاضی مجددی قاضی افغان و نفس رسیدگی به پرونده فرخونده در کوتاهترین زمان ممکن و بدون در نظر گرفتن شرایط مرد سالارانه و جو حاکم بر جامعه افغانستان به اندازه کافی التیام بخش دل ازاداران فرخونده است در حکمی که قاضی شجاع افغان زیر آن را امضا کرده این گونه روح عدالت جاری شده است زین مشهور به زین الدین متولی زیارتگاه شاهد و شمشیره و سه نفر دیگر به نامهای محمد یعقوب محمد شریف و عبدالبشیر به دلیل اتهام در قضیه قتل و سوزاندن جسد فرخنده بر اساس قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان به اعدام محکوم می شوند یکی از نکاتی که در پرونده محکومان به چشم می خورد شرایط شخصی به نام محمد یعقوب است که ظاهرا سن و سال او برای اعدام کافی نیست اما قاضی مجددی گفته که گول شناسنامه او را نمی خورد چرا که برای دادگاه محرس شده با توجه به چهرش او بیشتر از 18 سال سن دارد و با این خبر از روزنامه های امروز تهران وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دو دوباره شامگاهی دگربار و دفتر تازه ای از برنامه خبری تحلیلی صفحه یک در ایران فردا با جستاری و روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود